عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم به سیمینار امروز که در رابطه با نقش خانواده در کاهش جرایم هست خوش آمدید. بنده محمد فهیم جاوید هستم، آمر دپارتمنت حقوق پوهنتون دنیا. خب سیمینار امروز ما یکی از موضوعات است که راجع به مسائل جرم شناسی هست. شاید بینندگان محترم آگاهی داشته باشند و اگر آگاهی نداشته باشند، مضمون گفتم که می عوامل ای که یک جرم چرا اتفاق میفته را مورد بحث بررسی قرار میدن، که خود عوامل ای که چرا یک جرم در یک جامعه اتفاق میفته بسیار زیاد هست و ما طبیعتا در سیمینار امروزی نمیتونیم به تمام عوامل بررسی بکنیم. به این جهت ما آمدیم نقش خود خانواده را در قسمت کاهش جرایم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. خب طبیعتاً ما باید اول یک تعریفی از خود خانواده داشته باشیم که خانواده به چی گفته میشن. در ترمینولوژی حقوق آمده گفته شده که خانواده به یک واحد حقوقی و اجتماعی گفته میشه که لااقل از یک زن و مرد با رابطه زوجیت مشروع پدید آمده باشد. خب در این تعریفی که در اینجا آمده ذکر شده، اولاً این که خانواده ما به افراد میگیم که حتماً از یک زن و مرد تشکیل یافته باشه. بنابراین در کشورهای اسلامی ازدواج مرد با مرد یا ازدواج زن با زن طبیعتاً جواز نداره و مشروع هم نخواهد بود. مورد دیگه که ما میتونیم خانواده رو تعریف بکنیم و بحث خودم میخواییم از اینجا آغاز بکنیم، ماده 54 قانون اساسی است. قانون اساسی رو که همگی شما اطلاع دارن، آگاهی دارن که یکی از قوانین هست که در رأس تمام مجموعه قوانین قرار داره و از جمله مهمترین قوانین ما در افغانستان هست، یعنی اساس و بنیاد تمام قوانین را قانون اساسی می ایجاد میکنند. در ماده 54 قانون اساسی آمده بیان شده که خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد. ببینید وقتی که در قانون اساسی می به این موضوع اشاره میکنه که خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد، اگر ما در سطح ابتدایی ببینیم ممکن است که خانواده را یک نهاد بسیار کوچک فرض بکنیم و بگوییم که خب خانواده یک به مجموعه از افراد گفته میشه که در کنار همدیگه زندگی میکنن و یک سلسله اهداف مشترک را دنبال میکنن. اما بس یک کم فراتر از این مسائل هست. در ادامه این ماده 54 آمده مطرح شده که خانواده مورد حمایت دولت قرار داره. چرا باید مورد حمایت دولت قرار داشته باشه؟ به خاطری که از اهمیت بسیار زیاد برخوردار هست، به خاطر اینکه رکن اساسی جامعه را تشکیل میده. به این جهت است که مورد حمایت دولت قرار داره. در ادامه ماده 54 آمده اشاره شده که دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، مخصوصا طفل و مادر و تربیت اطفال و برای از بین بردن مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم را اتخاذ می نماید. ببینید پس این ماده می اولا که به اهمیت خانواده اشاره می کنه، رکن اساسی جامعه را تشکیل می ده. بعدا میگه که خانواده مورد حمایت دولت قرار داره. دولت وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه دولتی است که به خاطر اینکه تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، مخصوصا مادر و طفل، چون مادر و طفل افراد هستن که بیشتر آسیب پذیر هستن، بیشتر ممکنه که به سلامت جسمی و روحی اونا صدمه وارد شون، و از طرف دیگه اطفال آینده سازان کشور هستن، یا به عبارت دیگه اینا افراد هستن که در آینده به جامعه تقدیم میشن. اگر اینا از یک شخصیت درست برخوردار باشن طبیعتاً جرایم در آینده رخ نخواهد داد. اما اگر اینا دچار مشکل باشن یا به صورت درست تربیت نشن یا کمبودات داشته باشن، طبیعتاً در آینده دچار مشکل خواهیم شد و ما همواره شاهد بلند رفتن آمار جنایی خواهیم بود. بحث دیگه ما تعریف خود جرم هست. ما خانواده رو فهمیدیم که به چی گفته میشه، حالا میخواییم جرم مورد بررسی قرار بدیم که جرم با چی معنی است. ببینید یک تعریف خود میتونم از جرم داشته باشیم این است که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برش مجازات تعیین شده باشه ما میگیم جرم هست. هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات برش تعیین شده باشه. فعل چی است؟ عمل مثبتی است که ما انجام میدیم، مثل چاقو زدن، سرقت کردن، اینا اعمال هست که ما توسط یک فعلی که انجام میدیم یک عمل مجرمانه به وجود میاد.
اما ترک فعل مواردی هست که ما بر اساس قانون یا بر اساس قرارداد یک وظیفه به ما سپرده میشه، وظیفه ای که ما باید انجام بدیم انجام نمیدیم. مثل پلیس، پلیس وظیفش، یکی از وظایفش برقراری نظم و امنیت در جامعه هست. یعنی اگر جایی رو میبینه که در حال اتفاق افتادن یا رخ دادن یک جرم هست، در اینجا باید جلوگیری بکنه از این به وجود آمدن جرم. در صورتی که پلیس ترک فعل بکنه، یعنی عملی را که باید انجام میداد انجام نده، خود از این جرم هست، یعنی در قانون برش مجازات تعیین شده. اگر ما جرم به معنای اخلاقی بگیریم، اما بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه ما باید انجام بدیم یا انجام ندهیم. پس جرم و خانواده را هم ما مورد بررسی قرار دادیم. آله میم اهمیت خانواده رو بررسی میکنیم که خود خانواده چی اهمیت و چی جایگاه در بین جامعه داره. کسایی که تشکیل خانواده میتن چه ویژگی داره یا چگونه میتونه در جامعه نقش داشته باشن. خب اول مسئله ای که ما میتونیم مطرح بکنیم این است که از نگاه تولد و تربیت انسان در خانواده هست. اولا اینکه ما به خاطر دوام نسل بشریت خب نیازمند یک مکانیزم خاصی هستیم که با توجه به این نسل بشریت ادامه پیدا بکنن. و دومش هر فرد باید در خانواده تربیت شود. تحقیقاتی که در جرم شناسی انجام شده به این نتیجه رسیدن که افراد که در خانواده بزرگ نشدن، اطفال بی سرپرست مثلا ما میتونیم مثال بزنیم، یا اطفال که با مادر یا با پدر بزرگ شدن، اینا حالت خطرناکیشان بیشتر بوده، یعنی بیشتر امکانی را داشته که یک مرتکب جرم شوند. دومش رسیدن به آرامش هست. این رسیدن به آرامش ما میتونیم به مفهوم عام هم بگیریم، به مفهوم خاص هم بگیریم. به مفهوم عام خب از نگاه اسلام اومده تاکید شده که شما ازدواج بکنن، با ازدواج کردن آرامش را به دست میارن از نگاه اسلام. اما وقتی که ما میایم به صورت خاص میبینیم، قانون خانواده یک محلی است که افراد در اونجا به آرامش میرسن. یعنی اکثریت دغدغه های بیجا و ممکن است ناموردی که قبلا یا در دوران مجردی وجود داشته، زمانی که فرد متأهل میشه دیگه اون دغدغه ها از بین میره و فرد به آرامش میرسه. البته شاید سوال های در ذهن شما بیاید که چرا، علتش چی است که اکثریت افراد ازدواج میکنن، نه تنهایی که به آرامش نمیرسن بلکه ممکن است مشکلات خانوادگیشان بیشتر شوه، نارامی های فکریشان بیشتر شوه. این ما فعلا بحث نمی کنیم چون عوامل مختلف داره، فقط یک اشاره ما در آخر شاید داشته باشیم به این مورد. اما اگر به صورت درست ازدواج صورت بگیره، طبیعتا افراد به او آرامش دست پیدا می کنن. یکی از موارد جالبی که اهمیت خانواده رو اشاره می کنه این است که ارتباط خانواده با اقتدار ملی هست، قدرت کشور. یک دانشمند فرانسوی آمده گفته، تاریخ گفته با ما ایره می آموزانه که قوی ترین ملت ها در طول تاریخ ملت هایی بودن که خانواده در آنها قوی ترین سازمان داشتن، یا به عبارت دیگه خانواده در آنها سازمان بوده که به صورت کامل و جامع افراد در آرامش می رسیدن در اونجا. پس خانواده نقش بسیار مهمه در اقتدار ملی کشور هم دارن. مورد بعدیش، خانواده در قسمت تقویت اقتصاد جامعه بسیار نقش دارن. چرا؟ ببینید اکثریت افراد وقتی که مجرد، مخصوصا آقایان یا پسرها، در دوران مجردی تلاش زیاد نمی کنن که رزق و روزی حلال یا بیشتر به دست بیارن. یک مقدار معاشه که به دست میارن، خب نیازهای اولی خود برطرف می سازن و بسیار به خوبی و راحتی زندگی می کنن. این نتیجه چی است؟ نتیجه چی است که این فرد به خاطر رشد اقتصاد خود هیچ تلاشی نمیکنه. اما وقتی که ازدواج میکنه، یک مکلفیت بالای زی ایجاد میشه. مکلف است که نفقه همسر و خانواده خود هم تامین بکنه. نفقه همسر و خانواده تامین کردن هم با تنبلی و یا با پشت کار نداشتن نمیشه. طبیعتاً باید چیکار بکنه؟ تلاش بکنه، نوآوری بکنه. این زحمت کشیدن و تلاش کردن باعث این میشه که در یک بخش از جامعه اقتصاد جامعه رشد بکنه و اقتصاد خودی فرد هم رشد بکنه. یعنی اگر ما در مجموع بیایم حساب بکنه، مجموعی از افراد وقتی که به خاطر نفقه خانواده خود سعی و تلاش بکنن، در نهایت اقتصاد جامعه هم رشد میکنه.
مورد مهم دیگه که اهمیت خانواده رو نشان میده برطرف کردن نیازهای جنسی هست و این باعث میشه که از انحرافات اخلاقی و جنسی در جامعه جلوگیری شود که یکی از جرایم بسیار بسیار مهم و اساسیه که در بین جامعه هست انحرافات جنسی و اخلاقی هست یا اذیت و آزار دختر خانم ها و خانم ها در خیابان هست. ما همانطور که نیاز به خوردن داریم، نیاز به آشامیدن داریم، یک سلسله نیازهای دیگه هم داریم که به اون نیاز میشه. یک چیز طبیعی هست که در تمام ما انسان ها وجود داره، اما ما به خاطری که تشنگی خود را رفع بکنیم، به خاطری که گرسنگی خود را رفع بکنیم، به هیچ عنوان بر ما جامعه ای اجازه نمیده که ما بریم حق کس دیگری را ضایع بکنیم یا با غذای کس دیگری تجاوز بکنیم یا سرقت بکنیم یا مال کس دیگری را به زور از پیشش بگیریم. در مسائل جنسی هم همین رقم هست. خداوند آمده یک میکانیزم خاصی را که مسئله ازدواج هست قرار داده که بر اساس او افراد میتونن به نیازهای طبیعیشان پاسخ مثبت بگویند و بر اساس یک میکانیزم برای حل معقول بتونن نیازهای خود را برطرف بسازن، هم نیازهای عاطفی هم نیازهای جنسی. در صورتی که تشکیل خانواده میتن، این باعث میشه که این نیازشان به صورت بسیار درست رفع شود و دیگه جرایمی که ناشی از انحرافات جنسی و اخلاقی هست در جامعه وجود نیاید. مورد بعدیش هم مسئولیت پذیر شدن خانواده هست، اعضای خانواده. دختر خانمی که معمولاً در دوران مجردی خود تا ساعت 10 یا 11 خواب بوده و کسی جرأت نداشته مادر و پدرش او رو بیدار بکنه، بعد از ازدواج کردن ممکنه صبح وقت بیدار شه و صبحانه رو برای همسر خود آماده بکنه یا به خاطر مواظبت از فرزند خود نیمه شب بیدار شه، بیدار خوابی ها رو سپری بکنه. هیچی از خودش مسئولیت پذیر شدن یک عضو از خانواده هست. یا او پسری که در دوران مجردی حاضر نبود که کارهای شاقه را انجام بده یا حاضر نبود برای خود زحمت بده که یک کار را انجام بده، بعد از ازدواج شما میبینید که فوق العاده مسئولیت پذیر میشه. پس اینا چی است؟ اینا حکمت هایی است که در ازدواج وجود داره و مجموعه اینا باعث میشه که افراد به آرامش برسن و در یک بخش از جامعه نظم برقرار شود و ایجاد شود. مورد دیگه که ما میخوایم بگیم چگونگی شکلگیری شخصیت مجرمانه هست. چرا یک فرد یا یک طفل یا یک نوجوان یا یک جوان به طرف جرائم میره؟ ما در قسمتی که چرا یک فرد به طرف جرائم میره دو عوامل عمده رو بحث میکنه، مخصوصا در مسئله جرم شناسی. یکی عوامل درونی هست. عوامل درونی برمیگرده به درون خود شخص، مثل ویژگی های فردی و استعداد خود فرد هست. ممکنه یک فرد در انجام دادن یک جرم استعداد یا ویژگی فردی داشته باشه، یا ممکن است بر اساس ضعف اعصاب حالت جرمزا داشته باشه. مورد بعدیش عوامل بیرونی هست. عوامل بیرونی عوامل هستن که از بیرون بالای فرد تأثیر میگذارن و در نهایتش منجر به این میشن که این فرد به طرف جرائم رو بیاره. یعنی فرد حالتهای بالایش به وجود میه که این فرد تشویق میشه، ترغیب میشه که یک جرم در جامعه مرتکب شه. در اینجا مهمترین عامل بیرونی عامل خانواده هست. چرا؟ چون امروز آمدن گفتن که شخصیت افراد در آینده شخصیت اصلیشان یا تهداب شخصیتشان در خانواده شکل میگیره، یا به عبارت دیگه خانواده جایی هست که شخصیت اینا رشد میکنه. مواردی که در خانواده این فرد به عنوان اصول اخلاقی در آینده ممکن است رعایت بکنه، اونا تمامشون در خود خانواده شکل میگیره. اما خب عوامل بیرونی دیگه هم هستن، مثل مسکن، مثل مکتب، مثل همسایه ها و کلن محیط جامعه که ما با اونا سر کار داریم، محیط کار، محیط مکتب، محیط دانشگاه. اینا تمامشون محیط های بیرونی هستن که بالای شخصیت مجرمانه فرد تاثیر میگذاره و در نهایتش منجر به این میشه که فرد جرم رو مرتکب شه. اما چون خانواده نقش بسیار مهم و اساسی رو داره، ما این رو بیشتر مورد بحث و بررسی قرار میدیم. عوامل مؤثری که در شخصیت مجرمانه اطفال نقش داره و منجر به این میشه که اطفال یا در زمان طفولیت یا در زمان نوجوانی و یا در جوانی مرتکب جرم شوند، مواردی هستن که حال بیان میکنیم. اولین و مهمترین عامل ما میتونیم موجودیت کمبود عاطفه و محبت میان اعضای خانواده رو بیان کنیم.
ببینید خانواده با خاطر رسیدن به آرامش هست و این رسیدن به آرامش امکان پذیر نیست مگر اینکه عاطفه و محبت در میان اعضای خانواده وجود داشته باشد. اگر وجود نداشته باشد، نه تنها ای که افراد به آرامش نمیرسند، بلکه ممکن هست دچار مشکلات عاطفی و مشکلات اخلاقی دیگری هم شوند و این مشکلات آنقدر زیاد شود که افراد دست به هر نوع جرمی که در ذهنشان خطور میکنند بزنند. عامل بعدیش که اکثریت جرمشناسا آمدن به این مطرح کردن، فقر خانواده هست. ببینید مشکلات اقتصادی، هنجارهای اقتصادی که در جامعه وجود داره، یکی از موارد بسیار مهم و اساسی هست که ممکن است افراد را به طرف جرائم سوق بده. اما فقر یکی از علتهای به وجود آمدن جرائم در افراد هست، اما دلیل قطعی نیست. یعنی ما نمیتونیم گفته که هر خانواده‌ای که فقیر هست حتما یک جرمی را مرتکب میشن، بلکه در کناری که فقر وجود داره، اگر خانواده آرامش داشته باشه، کمبود عاطفی در اونجا وجود نداشته باشه و مجموعه از افراد در آرامش در کنار همدیگه زندگی بکنن، مسائل مادی بسیار مسائل ناچیز و پیش پا افتاده هست. یعنی کمبودات مالی و کمبودات مادی که افراد دارن باعث نمیشه که دست به جرائم بزنن، بلکه ممکن است حتی اونا نسبت به افرادی که ثروتمند هستن آرامش بیشتر داشته باشن، به شرطی که مجموعه از عواملی را که گفتم در اون خانواده داشته باشن، مثلا مسئله عاطفه و محبت میان اعضای خانواده. ولی یک چیز طبیعی هست که وقتی که فاصله طبقاتی بین افراد زیاد میشه، یک تعداد افراد بسیار ثروتمند و یک تعداد افراد بسیار فقیر هستند، ممکنه اعضای خانواده یک تعداد افرادشان خب با این مسئله کنار بیان یا تلاش بکنن به خاطر رفع فقر، اما حسرت نخورن، به طرف جرائم نرن. اما خب ممکن است اعضای خانواده یکسان نباشن. یک فرد یا یک طفل یا یک نوجوانی که در اون خانواده هست ممکن این ظرفیت و توانایی را نداشته باشن. از طرف دیگه میبینه که یک تعداد همسن و سالهای خودش در یک جایگاه اقتصادی بالای قرار دارن. این باعث میشه که هر نیاز مادی که داشته باشه در جامعه بی پاسخ بمانه و در نهایتش یک سلسله عقده‌های در دل فرد وجود بیه و به خاطر کمبود این خلأ درونی کوشش میکنه از راههای میانبر استفاده بکنه، از راههایی که یک شبه پولدار شود، یک شبه اون نیازهایی که در طول دوران